به نام خدا، دکتر کوشا فرشادیان پور هستم با تدریس خلاصه فصل اول دوازدهم همراهتون هستیم. من در این ویدیو سعی میکنم که یک جمع‌بندی از این فصل خدمتتون داشته باشم به همراه حالا یه سری حل نمونه سوال و بعد سعی میکنم با سوالای بیشتر همین رو تکمیل کنم. فصل اول دوازدهم ابتداش شروعش با یک توضیح کلی در مورد صابون ها، شویندگی و اینها همراه هستش. ما سعی میکنم از این نکات اولیه بگذاریم که شما میتونید خودتون تو جزوه بخونیم. فقط یه نکته مهم وجود داره که توی خاکستر یه سری ایون ها و فلزات گروه 1 و 2 وجود داره، مخصوصا گروه 2، که اینها میتونن ظرف های چرب رو تمیز کنن. به صورت کلی در مورد این شاخص های امید به زندگی اینا میگذاریم، شما میتونید از جدول ها نگاه کنید. اما شروع فصل جز مباحثی که خیلی مهم است این جدول هستش که چند تا ماده رو میاد بررسی میکنه. یکیش اتیلن گلیکوله یا همون ضد یخ خودمون که ساختار دو الکله داره. این اتیلن گلیکول یا ضد یخ میتونه هر کدومش دو تا پیوند هیدروژنی تولید کنه، برای همین قدرت پیوند هیدروژنیش بالاست. محلول در آب، محلول در هگزان نیست. نمک خوراکی که محلول در آب، محلول در هگزان نیست، نماینده مواد ایونی محلول در آب هستش. بنزین که C8H18 یا عمدتاً از اکتان هستش که محلول در آب نیست، محلول در هگزان هست. اوره که ساختار اوره یه ساختار خیلی مهمه، یه CO دوگانه داره، دوتا NH2 داره که این NH2 و CO میتونن تولید 4 عدد پیوند هیدروژنی بکنن. مرکزش C قرار داره که جفت ناپیوندی نداره. این ترکیب داره 4 تا جفت ناپیوندی هم هست. روغن زیتون C5H104 و 6 هستش که مفصل تر بعدا در مورد سیر نشدگی صحبت میکنیم. با چربی کوهان شتر 3 جفت H2 متفاوته، یعنی 3 درجه سیر نشدگی داره. وازلین که C25H52 هستش که باز هم محلول در هگزان، محلول در آب نیست. از این قسمتش میگذریم میریم سراغ صابون. صابون ها رو یادمون باشه که کربوکسیلیک اسید یا ترکیباتی که COOH یا کوه دارن دارای زنجیره کربنی کوتاه باشن به خوبی تو آب محلولن. مثل چی؟ مثل فرومیک اسید، مثل یا متانویک اسید، یا استیک اسید، یا اتانویک اسید. هر چی این زنجیره بلندتر شه انحلال پذیری تو آب کمتر میشه و تا مرحله میرسن که نامحلول در آب شن. کربوکسیلیک اسید داره که سر ناقوپیشون بلند باشه، یعنی بیش از 12 کربن داشته باشن، بهشون میگیم اسید چرب یا فتی اسید ها. این مواد داره انواع مختلفی هستن. تو کتاب درسی دو تاش اومده اشاره کرده. یادمون باشه اسیدهای چرب فرمول کلیشون CNH2NO2 هستش. پس ما اینجا یه فرمول توی اکشن مهمون اضافه میکنیم که اینجا یادمون بمونه CNH2NO2. یادمون باشه هر کدوم اینا درجه سیر نشدگی داشته باشن یعنی چی؟ یعنی بیایم بهشون دو تا H کم کنیم به ازای هر پیوند دوباره. خب در ادامه یه ساختار اینجا میبینیم، این همون C18H36O2 هستش. یه زنجیره بلند کربنی، این زنجیرهش هستش که سر غیر قطبیه و یه سر قطبی کوچیک داره که زورش نمیرسه به قسمت غیر قطبی. اسید چربا همونطور که گفتیم دو دسته، سیر شده یعنی فاقد پیوند دوگانه یا سگانه کربن کربن، و سیر نشده یعنی دارای پیوند دوگانه کربن کربن تقسیم بندی میشن که سیر شده ها معمولا تو چربیه حیوانیه و تمام پیوند های کربن کربن توشون یگان است. اسیدهای چرب تو واکنش با گلیسیرول یعنی C3H5OH3 مرتبه، یعنی همچین ترکیبی میان وارد واکنشش میشن و یه تریگلیسیرید یا یه استر سنگین تولید میکنه. ساختار واکنش رو ببینیم، یه نوع سنتز آب ده، یه هاشین با اوهاشین، یه آب هاشین با اوهاشین،
دو آب هاش این با هاش این سه آب و یک پیوند تشکیل میشه. برای تریگلیسیرید ها ما یه فرمول اومدیم گفتیم بیم اینطوری بهش نگاه کنیم، سی سه ایکس هاش سه وای او شیش. خب فقط چند تا نکته وجود داره، به جای اینکه بیایم از این استفاده کنیم میتونیم اینو بگیم سی سه ان به علاوه سه هاش سه ام به علاوه دو او شیش. این به چه دردی میخوره؟ شما اینو بخواید تبدیل کنی به اسید چرب میشه سی ان هاش ام او دو. این برای زمانی که شما نمیدونی سیر شده یا سیر نشده. اگه سیر شده باشه میشه سی سه ان به علاوه سه هاش شیش ان به علاوه دو او شیش، که این دیگه برای سیر شده است. خب استرای سنگین و اسیدهای چرب ناقطبی هستن، به همین دلیل تو آب حل نمیشن. در این ترکیب قسمت ناقطبی به قسمت قطبی غلبه داره، برای همین نامحلولن تو آب و حلال مناسب براشون هگزان و استون هستش. ساختارشون اینجا میبینیم. اگه یه اسید چرب با هیدروکسید گروه اول یعنی NaOH KOH LiOH اینها وارد واکنش بشه، یک نمک شامل کاتیون باز و آنیون کربوکسیلات تولید میشه، یعنی یه هاش از اون کمتر میشه، COO منفی داره. این ماده رو ما بهش میگیم صابون. صابون های جامد نمک های سدیم هستن، صابون های مایع نمک پتاسیم و نمک آمونیوم هستش. صابون سر قطبی باردار داره ولی سر قطبی استرای سنگین اسیدهای چرب فاقد باره، به همین دلیل باردار بودن صابون ها میتونن ذرات چربی نامحلول تو آب و تو آب پخشش کنن. پس صابون هم تو چربی حل میشه هم تو آب. فرمولش رو ببینیم CnH2n منهای 1 O2 منفی. خب البته یه سری جاها میان این فرمول رو اینطوری میفسن، میفسن Cn به علاوه 1، میخواد اون سی او او شو جدا کنه. وقتی به این حالت بشه میشه هاش دو اینه به علاوه یک او دو. اینجا الان ببینید فرمولا دوتا فرق نداره، این اومده این رو به عنوان تمام کربونا گرفته، این اومده این رو برای زنجیره کربونی گرفته. بسته به اینکه سوال به شما چی بده میتونید از هر دو استفاده کنید. خب صابون تو چربی آب حل میشه ولی چربی آب رو با هم محلول نمیکنه، چربی آب رو تبدیل میکنه با هم به یک کلوید. کلوید ها چی هن؟ یه مخلوط ناهمگن هن که آب ذرات ماده پخش کننده رو تو خودش به صورت پخش شونده پایدار میکنه. معمولا پخش نور عبوری دارن و وقتی که نور بهشون میخوره مثل این شکلی که اینجاست مسیر عبور نور مشخص میشه. کلوید ها معمولا یک مخلوط ناهمگنه با ذراتی هستن که اونقدر بزرگی که ما دیگه نمیتونیم بهشون بگیم ذرات غیر قابل دیدن یا ذرات مولکولی، معمولا درشت مولکول ها هستن یا ذرات خیلی ریزی هستن که تو آب به فرم پایدار در میان. این پایدار بودنشون هم باعث میشه که رسوب نکنن، مثلا شیر، ژله، سس مایونز و رنگ روغن هستش. یادون باشه خواص سوسپانسیون نور رو پخش میکنه، اینم میکنه ولی محلول نمیکنه. ناهمگنه ناپایداره، پایداره و پایدار هستش. خب مراحل کلوید شدن یک قطره روغن، مولکول های صابون یه فرم کروی میگیرن، میان نزدیک روغن میشن، سرهای قطبی با بارهای یه دونه منفی که در مجموع بار عمده منفی هستش به سمت بیرون قرار داره، سرهای ناقطبی میاد این قطره روغن رو در بر میگیره و به صورت یک کره این رو خارج میکنه. نقص صابون ها اینه که با یونای فلزات گروه دو، مخصوصا دوتایش که زیاد در موردش صحبت میشه، کلسیم و منیزیم تولید رسوب میکنه. یادمون باشه رسوبش دوتایه. خب این رسوبشون باعث میشه که شویندگی صابون کاهش پیدا بکنه، برای همین تو آب سخت شویندگی صابون کم میشه. ما چی کار کنیم؟ راه های مختلفی داریم. اولا اینکه سعی کنیم آب رو نرم کنیم، یونای سختش رو بگیر.
یه راهکار اینه که بریم روی شوینده ای دیگه که در موردش صحبت میکنیم. البته خود شوینده ها رو هم میشه با افزایش آنزیم و تغییر جنس پارچ شویندگیشون رو افزایش داد، ارتفاع کف رو برد بالا، ولی دمای آب هم تأثیر گذاره اما به اندازه اون دوتای قبلی نیست که آب گرمتر شویندگی بهتری داره. شوینده های غیر صابون یا دترجنت ها شوینده هایی هستن که از بنزن مواد پتروشیمیایی تولید میشن، برای همین ارگانیک و طبیعی نیستن. سر قطبیشون به جای CO2 منفی SO3 منفی یا سولفوناته، ببینین سولفات نیست، سولفونات، خب یه حلقه آروماتیک دارن که C6 هاش 4 و یک زنجیری کربونی معمولا 10 تا 12 کربونی هم به این بس میشه. پس اینا فرمولشو اضافه کنیم، فرمولشو بخوام اضافه کنیم میشه سی اینه به علاوه 6 هاش 2 اینه به علاوه 5 اس او 3 منفی. حالا معمولا یه این آی چیزی باش جفت میشه. افزودنی های صابون گوگر برای جلوگیری از قارچ و جوش هستش، کلور و ضد عفونی کننده و میکروب کشه، نمک های فسفات که PO4 سه منفی هستن میتونن رسوب با کلسیم و منیزیم بدن آبو نرم کنن. در ادامه ما واکنش پاک‌کننده های خورنده رو داریم، مثل NaOH که با Al و H2 واکنش میده. ببینین اینجا واکنش دیگه واکنش شیمیاییه و این واکنش شیمیایی خودش میتونه در واقع باعث ایجاد یه سری گازهایی بشه که این گازها با آزاد شدنشون و با تولید گرمایی که دارن باعث ایجاد خورندگی و باعث ایجاد تمیز شدن بیشتر میشه.